ساعت داشته باشیم. اینجوری کارها خیلی بهتر پیش خواهد رفت. حالا بقیه موارد رو من در ادامه خدمتون عرض میکنم، ولی فعلا همین دوتا نکته مهمترین نکات بودن که حالا بریم ببینیم دیگه چی میشه. این ترم درس پردازش تصاویر رو من در خدمتتون هستم. راه‌های ارتباطی همونند ترم قبل همین ایمیل بنده هست که میتونید به بنده ایمیل بزنید، منتها حالا در مورد اینکه چه زمانهایی ایمیل بزنید و بنده چه زمانهایی پاسخ میدم صحبت خواهم کرد. من صدا رو دیگه نمیدونم چیکار کنم. قبلا آخه همین جوری تست کردم صدا خوب بوده. فکر میکنم اگر با میکروفون خودتون یه کمی تست کنید ببینید صدا تو چطوره. بله عرض میکردم میتونید از طریق ایمیل با بنده در تماس باشید، من هم از طریق ایمیل با شما در تماس خواهم بود و حالا هماهنگ میکنیم که جلساتی رو مثلا برای رفع اشکال یا چیزی اگر نیاز بود برگزار بکنیم. منبع این درسمون کتاب پردازش تصاویر رقومی گونزالز هست به عنوان منبع اصلی. هم انگلیسیش پی دی افش توی اینترنت موجوده و هم اینکه ترجمه شده، میتونید کتاب رو ترجمه فارسیش رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید که پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید، چون واقعا کتاب مفید و خوبیه. در مورد یه نکته دیگه، در مورد حالا اینه که تمارین رو و فایل ها و اینها رو من کجا قرار میدم، یک کلاس گوگل اصطلاحاً داریم، تقریبا مثل همین محیط آنلاینی هست که اینجا دانشکده براتون فراهم میده، اما خب یه سری چیزها اونجا راحت تر هست. شما تمرین ها رو اونجا به من تحویل میدید، من همونجا نمره میذارم، اگر نیاز باشه میتونید همونجا به صورت خصوصی به بنده پیام بدید و حالا اگر سوالی چیزی بود، اگر سوال درسی بود به صورت عمومی باشه همه بپرسن، و یا اگر مثلا نکته چیزی بود که به صورت خصوصی نیاز بود گفته بشه میتونید به بنده بگید. یک لینک اینجا من گذاشتم، این لینک رو اگر بزنید با این لینک میتونید وارد کلاس گوگل بشید، یا اینکه بعد موقعی هم که بخواید وارد بشید یه کدی از شما میخواد که این کدی که اینجا پایین گذاشتم قرمز هست، با اون کد میتونید به کلاس وارد بشید. احتمالاً نیاز داشته باشه که جیمیل داشته باشید حتما، یعنی شاید با ایمیل نشه، این رو باید تست بکنید. و نکته بعدی هم این که احتمالاً برای وصل شدن به کلاس باید از VPN استفاده بکنید. این دوتا نکته هست که حالا باید تست بکنید ببینید که برای شما چه جوری هست. پس اگر فایل تمرینی چیزی باشه، اگر ویدیوهای کلاس باشه یا هر گونه نمره چیزی باشه، من داخل این گوگل کلاس روم قرار میدم. این رو به بقیه دوستانی هم که حالا هنوز شرکت نکردن توی کلاس اطلاع رسانی بکنید که بدونن که از جلسات آینده همه کارهای کلاس تقریبا توی اون فضا انجام خواهد شد. نرم افزاری که باهاش کار میکنیم و باید بلد باشید نرم افزار مطلب هست، زبان برنامه نویسی مطلب، که خب حالا تمریناتتون رو تحت اون قالب انجام میدید و تحویل میدید.
تمریناتتون هم تمرینات حالا برنامه نویسی و تحلیلی ساده هست که حالا با توجه به درسمون که پیش میره شما هم تمریناتی رو انجام خواهید داد. حالا بریم سراغ حالا بحث اصلیمون، بحث درس بخوایم بریم. کلن توی این دوره قراره ببینیم که پردازش تصویر چی هست، چه مراحلی داره طی میشه توی پردازش تصویر، مراحل مختلفش چی هست که حالا توی پردازش تصویر مرحله به مرحله چه پردازش هایی انجام میشه، چه عملیات هایی صورت میگیره، چه تبدیلاتی ما روی تصاویر انجام میدیم، فیلترها چی هستن، فضای رنگی چیه، پردازش تصاویر رنگی چی هست، و همچنین مثلا در حالا انتهای کلاسمون پردازش تصاویر با مثلا روش های مورفولوژی چه چیزی هستن. این کلیاتی هست که توی این ترم ما بهش خواهیم پرداخت. توی این جلسه میخوایم با مقدماتش آشنا بشیم، مقدمات پردازش تصویر، اینکه پردازش تصویر اصلا چی هست، چه تعریفی داره، از کجا شروع شده، چه کاربردهایی داره، نمونه هایی از کاربردهاش رو ببینیم و حالا گام های مختلفش که طی میشه برای یه فرایند پردازش تصویر. ببخشید. و مؤلفه های مختلف، اجزای مختلف یک سیستم پردازش تصویر رو باهاش آشنا بشید. اول از همه باید با تصویر آشنا بشیم، ببینیم که تصویر چی هست و تصویر رقومی چیه که حالا ما قراره این رو پردازشش بکنیم. تصویر طبق تعریفی که حالا توی پردازش تصویر ما باهاش کار داریم، حالا جدای از این که به یه نحوی این تصویر ثبت شده، ضبط شده و به این شکل در اومده و از در واقع از دنیای واقعی اومده یه تصویری رو، یه باز نمایشی رو درست کرده، خود تصویر توی پردازش تصویر یک تعریفی داره و یه سری کاربردهایی بر اساس این تعریف براش به وجود میاد. توی پردازش تصویر ما میگیم که تصویر یک تابع دو بعدی از مکان هست، یک تابع دو بعدی از X و Y که در واقع توی هر مؤلفه X و Y، یعنی در هر مکانی این یک مقدار داره، یک مقدار داره به نام F X و Y که در واقع میشه مقدار اون تابع. این مقدار توی قسمت‌هایی که تیره هست کمتره، یعنی مقدارش به صفر نزدیکتره، و توی قسمت هایی که روشنه مقدارش به مقدار بیشینه نزدیکتره. پس گفتیم که شد یه تابعی از موقعیت که توی هر ایکس و ایگرگی که شما قرار بگیرید یک مقدار تابع برای این تابع در نظر گرفته میشه. به این مقادیر، به این اف ایکس و ایگرگ، ما شدت یا درجه خاکستری میگیم. پس از الان با لفظهای شدت و درجه خاکستری خیلی کار خواهیم داشت که در واقع میشه مقدار تابع در هر نقطه ای، اون در واقع میشه همون درجه خاکستری یا شدت. الان اینجا یه تصویر هوایی رو میبینید از یک پارک خیلی کوچیکی که به صورت درجات خاکستری داره نمایش داده میشه. یه قسمت هایی از این
تصویر روشنتره مثل این خیابونها و یه قسمت های تیره تره مثل اون چمن های پارک و یه قسمت های باز تیره تره مثل درخت های مثلا اطراف تصویر یا سایه ها که کامل به صورت تیره دارن نمایش داده میشن. پس کلن این در واقع تابعی که ما داریم میبینیم در هر نقطه‌ای که ما قرار بگیریم الان روش یک مقداری رو به عنوان درجه خاکستری یا شدت به ما برمیگردونه که این مقدار ممکنه کم یا زیاد باشه. اگر این رو بخوایم به یه شیوه دیگه ای نمایش بدیم میتونیم به صورت سه‌بعدی این رو نمایش بدیم. تصویر پایین سمت چپ الان همون تصویر اصلی هست و تصویر سمت راست در واقع یک نمایش سه‌بعدی از همون تصویره. این نمایش سه‌بعدی حواسمون باشه که اشتباه نکنیم که ارتفاعی رو به ما نشون نمیده توی دنیای واقعی، داره مقادیر تصویر رو به یه شکل دیگه‌ای به ما نمایش میده. حالا اگر الان نگاه بکنید، مقایسه بکنید تصاویر رو با هم دیگه، توی قسمت هایی که سفید هستن، روشن‌تر هستن مثل خیابون‌ها، اونجا ارتفاع این تابع، این در واقع سطح بیشتره و توی قسمت‌هایی هم که تیره هست مثل اون درخت‌های اطراف مقادیر به سیاه نزدیک‌تره و ارتفاعشون پایین‌تره. پس این یک نمایشی از در واقع سطح تصویر رو داره نشون میده. یک حالت نمایش دیگه باز اینجا دارید میبینید، یک تصویر دیگه است که یک مقدار به نظر ماتتر میاد نسبت به تصویر اصلی. اگر تصویر اصلی رو نگاه بکنید میبینید که جزئیات بیشتری مشخص توش، ولی اینجا لبه هاش یک مقدار ماتتره. اگر این رو بیایم مدل سه‌بعدیش رو، نمایش سه‌بعدیش رو ببینیم، میبینید که باز دوباره ارتفاعات به همون شکل دارن دیده میشن، فقط این بار پستی بلندی ها کمتر شده و اون هموار بودن رو میشه دید. اگر مقایسه بکنیم توی این تصویر ببینید یک حالت قله های تیز کوچولویی روی سطح این نمایش سه‌بعدی ما رو پوشونده که توی این حالت اونها از بین رفتن. پس این حالت نمایش سه‌بعدی یه حالتی هست که ما میتونیم اطلاعات رو در پردازش تصویر روی سطح تصویر به یک نحوه دیگه‌ای ساده‌تر مشاهده بکنیم. حالا این تابعی که گفتیم از X و Y هست رو اگر اینجا نگاه بکنیم میتونیم خیلی بهتر متوجه بشیم. الان من اینجا اومدم محورهای X و Y و Z رو مشخص کردم برای شما. توی هر کدوم از این محورها یه سری خطای سیاه دارید میبینید که در واقع حالا داره به صورت نمونه توی یک سطری، توی یک موقعیتی به شما مقادیر تصویر رو به صورت ارتفاعات داره نشون میده. به این خطوط مشکی که من اینجا ترسیم کردم اصطلاحاً پروفیل میگن یا مقطع، که این مقاطع یا پروفیل ها الان دارن به صورت جزئی نشون میدن که در این راستا چه اتفاقی داره میفته و مثلا اینوری در این راستا چه اتفاقی الان دیگه داره میفته. اگر این دوتا تصویر رو با هم دیگه مقایسه بکنید میبینید که خب توی تصویر بالا سمت راست این پستی بلندی ها بلندتره، این پستی بلندی ها تیزتره و توی تصویر پایین میتونید ببینید که این هموارتر هست.
این هم باز نحوه دیگه ای هست از این که ما بخوایم اطلاعات تصویر رو ببینیم و با اون در واقع مدل سه بعدی یا اون تابع سه بعدی اف ایکس و ایگرگ آشنا بشیم. الان اینجا کاملا میشه فهمید که ما منظورمون از یک تابع سه بعدی چی هست، که محور ایکس داریم، محور ایگرگ داریم و محور زد که داره مقادیر درجات خاکستری تصویر رو به ما نشون میده. هر جا که تصویر روشنتر هست مقدارش بیشتره و هر جا که تصویر تیره تر هست مقدارش کمتره. یک تصویر اجزای شالا، چون در فضای دیجیتال داریم صحبت میکنیم، در یک فضای رقومی داریم صحبت میکنیم، یک تصویر از یک مجموعه ای از پیکسل هاست، در واقع از پیکسل هایی تشکیل شده که این پیکسل ها کوچکترین اعضای اون مجموعه هستن در واقع. یعنی هر تصویری رو که ما نگاه میکنیم، کوچکترین عضوی که اون تصویر رو تشکیل داده بهش میگیم یک پیکسل. این پیکسل ها در واقع نمایندگانی هستند که اون درجات خاکستری رو توی موقعیت های خاصی به ما نمایش میدن. یعنی اگر توی تصویر قبل بریم، این تصویر هم، این سطح سبودی هم با همه پیوستگی کوچکترین اعضایی که داره پیکسل هایی هستن که اون رو تشکیل داده، که اینجا میتونیم این پیکسل ها رو توی این تصویر ببینیم. میبینید که الان مثلا تصویر سمت چپ که تصویر اصلی هست تشکیل شده از این پیکسل ها و این پیکسل ها در واقع در دنیای کامپیوتر به شکل یک ماتریسی از اعداد دیده میشن، که این ماتریس اعداد قسمت هایی که تیره هست مقدارش به صفر نزدیک تره و قسمت هایی از تصویر که روشن هست مقدارش به بیشینه مقدار که حالا در اینجا 255 هست نزدیکه. پس یک تصویر تشکیل شد از یک سری پیکسل که این پیکسل ها در واقع دربردارنده مقادیری هستن که مختص درجات خاکستری هست و در کنار همدیگه یک ماتریس رو تشکیل میدن که این ماتریس در واقع همون تصویر ما هست و حالا در فضای ریاضیات قابل پردازش هست. اینجا همون راهی هست که در واقع برای ما باز میشه تا بتونیم تصاویرمون رو به صورت ریاضی پردازش بکنیم. خب تصاویر به دو نوع هستن، تصاویری که ما باهاشون کار میکنیم، یا اصطلاحاً تصاویر درجه خاکستری هستن که یک تصویر هست که خاکستریه، مثل همین مثال هایی که بالا دیدید، یا تصاویری هستن که رنگی هست، مثل این تصویری که اینجا مشاهده میکنید. در واقع توی پردازش تصویر یا کلی ما رنگ رو به صورت تلفیقی از مقادیر نداریم. هر رنگ یک لایه درجه خاکستری خاص خودش رو در واقع توی اون کانال یا توی اون باند داره. یعنی یه تصویر رنگی که اینجا دارید میبینید خودش تشکیل شده از سه تا تصویر خاکستری دیگه هست که این تصاویر خاکستری رو پایین دارید میبینید از چپ به راست. به اصطلاح اینها رو باندهای آبی، سبز و قرمز یا RGB به همون اصطلاح رد، گرین، بلو که اینجا نمایش داده شده خطاب میکنن. در واقع توی طول موجهای آبی، سبز و قرمز دوربین میاد عکس برداری میکنه، بعد این عکس ها رو که کنار هم دیگه میذاره ما تصویر رو به صورت یک فضای رنگی مشاهده میکنیم. در مورد حالا رنگ و غیره بیشتر توی ادامه درسمون باهاشون درگیریم و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
پس تا اینجا گفتیم که تصویر ما به عنوان یک تابع میشه بهش نگاه کرد، یک تابعی که f x و y در هر موقعیت x و y یک مقداری داره این تابع، و اگر این تصویر رنگی باشه این f x و y تشکیل میشه از سه تا تصویر خاکستری دیگه که این تصاویر رد، گرین و بلو هستن که مخفف اونها همون RGB حروف اولش رو استفاده میکنیم. این نموداری هم که پایین دارید مشاهده میکنید همون نمودار در واقع مقادیر تابع هست که این بالا ما اینجا دیدیم، در واقع همین نمودارها رو به صورت یک بعدی اگر بخوایم نگاه بکنیم یه همچین چیزی میشه که نشون میده که اون قسمت هایی که روشنتر هست تصویر مقدارش بیشتره و اون قسمت هایی که تیره هست مقادیرش کمتر. پس این هم از حالا اینکه یه تصویر چی هست و نمایش اون به چه صورت. حالا کلن توی پردازش تصویر و توی تصاویری که ما کار میکنیم از امواج الکترومغناطیسی برای تشکیل تصویر استفاده میشه. طیف موجهای الکترومغناطیس از طول موجهای کم تا طول موجهای زیاد هست و اون قسمتی که فقط دید انسان اونجا قابلیت دیدن داره قسمت مرئی طول موج هست. این قسمت مرئی همون رنگ هایی هست که در واقع از قرمز تا بنفش ما میتونیم ببینیم، در واقع همون اصطلاحاً رنگ های رنگین کمونی. اونها قسمت چیزهایی هستن که چشم انسان قابلیت دیدنش رو داره، اما قسمت های دیگه ای از این طیف الکترومغناطیس هستن که قابل مشاهده برای چشم انسان نیستن، اما دوربین ها میتونن توی اون قسمت ها فعالیت بکنن و تصویر برداری بکنن برای ما. پس توی کلن پردازش تصویر ما با تصاویری سر و کار داریم که از قسمت های مختلف این طیف الکترومغناطیس ممکنه که اخذ شده باشن، هر کدوم هم برای کاربرد خاص خودش. اینجا میتونید چند نمونه از این کاربردها رو در طول موجهای مختلف ببینید. از سمت چپ از طول موجهای کم انرژی های زیاد رو میتونید ببینید، امواج گاما هستن. امواج گاما معمولا استفاده میشه در نجوم برای تصویر برداری از کهکشان ها و آسمون که خب انرژی زیادی دارن و توسط اتمسفر جذب میشن و اصلا به سطح زمین نمیرسن. از جمله امواج با طول موج بالای دیگه امواج ایکس ری هستن، طول موج ایکس، که امواجی هستن که برای تصویر برداری پزشکی از اونها استفاده میشه. بعد از اون حالا ماورای بنفش رو میتونیم ببینیم که برای تصویر برداری های صنعتی از اون استفاده میشه، یا بعد از اون تصویر برداری در امواج مرئی که همون تصاویری هست که ما روزمره با از اونها استفاده میکنیم. در طول موجهای پایین تر از اون وارد طول موجهای مادون قرمز و حرارتی میشیم. توی طول موجهای مادون قرمز و حرارتی میتونیم باز کاربردهای دیگه ای رو مثل کاربردهای مثلا حالا میزان خارج شدن دمای محیط و اینها رو میتونیم مشاهده بکنیم، و نهایتا در طول موجهای بلندتر امواج رادیویی هستن که این امواج رادیویی از باز دوباره فضا تصویر برداری میکنن و غیره. اینها نمونه هایی هست از کاربردهای
طول موجهای مختلف امواج الکترومغناطیس در پردازش تصویر که برای ثبت تصاویر از اونها استفاده میشه. پردازش تصویر رو حالا تا اینجا که با تصویر آشنا شدیم و اینکه چه تصاویری کلا میتونیم اخذ بکنیم، کاربردش چی هست؟ توی کلا پردازش هایی که روی یک تصویر انجام میشه، ممکنه این پردازش ها از سطح ساده تا سطح پیشرفته باشن. پردازش تصویر جایگاه خاص خودش رو داره. این جایگاه به دو تا استفاده اصلی در واقع خلاصه میشه. گزینه اول بهبود کیفیت تصاویر برای دید انسان هست که اینجا مشخص شده. گزینه اول در واقع برای اینکه تصاویر رو بهبود بدیم، برای اینکه برای انسان بهتر قابل درک باشن. یکی از کاربردهای پردازش تصویر این هست. کاربرد دیگه پردازش این تصاویر برای حالا ذخیره سازی، انتقال و کاربردهای مثلا یادگیری ماشین هست که در رباتیک و غیره استفاده میشه، که پردازش های اولیه اونها توسط پردازش تصویر انجام میشه. با توجه به این دوتا موردی که گفته شد، ما سه سطح پردازشی میتونیم توی پردازش تصویر نام ببریم. این سطوح پردازشی چیا هستن؟ سطح پایین، متوسط و بالا، یا سطح مثلا ساده، متوسط و پیشرفته. اینها سطوح مختلف پردازشی هستن که توی پردازش تصویر میشه بهشون اشاره کرد. اگر بخوایم یه تعریف دقیق تری ازشون ببینیم، توی پردازش های سطح پایین ما ورودیمون تصویر هست و خروجیمون هم یه تصویره. یعنی چی؟ یعنی مثلا پردازش های مثل حذف نویز، پردازش هایی که مثل پردازش های حذف نویز، پردازش های بهبود کیفیت تصویر، فشرده سازی تصویر، پردازش هایی هستن که پردازش های ابتدایی هستن و ورودی اونها تصویر، خروجیشون هم تصویر هست. توی پردازش های سطح متوسط ما ورودیمون تصویر هست، خروجیمون ویژگی ها هستن. این ویژگی ها مثلا کلاس طبقه بندی یا خوشه بندی تصویر هست که حالا جلوتر نمونه هاش رو با تصویر خواهیم دید. توی پردازش های سطح بالا ما ورودیمون تصویره و خروجیمون یک درکی از اون تصویر. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، توی مثلا هدایت یک ربات که داره با تصویر محیطش رو میبینه، ورودی که داره تصویر هست، اما چیزی که درک میکنه در واقع محیط اطرافش هست که اون رو درک میکنه و تشخیص میده که حالا مثلا اشیا چی هستن، فواصل به چه صورت هست و غیره. اینجا الان میتونید این سه سطح پردازشی مختلف رو ببینید. توی سطح اول که گفتیم
پردازش های سطح پایین هستن، ورودی تصویر هست و خروجی هم تصویر هست، یه تصویر نویزدار رو دارید میبینید که بخشی از اون نویزش کاهش پیدا کرده و حذف شده. خب الان ورودی من یه تصویر نویزدار بوده و خروجی من هم یه تصویری بوده که نویزش کاهش پیدا کرده. نویزش کاهش پیدا کرده. این یه پردازش سطح پایین رو داره به ما نشون میده. توی تصویر وسط من ورودی من یه تصویر بوده و خروجی من این بوده که حالا یه سری اشیا از همدیگه جدا شدن، اما نمیدونم که این اشیا چی هستن. هنوز هیچ تشخیصی ندادم که اینها آیا توپ هستن، دستکش هستن یا چیز دیگه ای هستن. فقط اینها رو جدا کردم از همدیگه و اشیای مختلف رو جدا کردم. در واقع به هر کدومشون یه ویژگی خاصی رو نسبت دادم که مثلا تمام اینها یه سری اشیای جدا از هم هستن که یه ارتباطی با هم دیگه داره. توی پردازش بالا، سطح بالا که تصویر سمت راست هست، شما یک خودروی اتوماتیک رو میبینید، یه خودروی خودران رو میبینید که داره محیط رو با استفاده از تصویر میبینه و این تصویری که داره از محیط میبینه یک درکی از اون بهش داده. این درک چی هست؟ اینکه ماشین ها رو تونسته جدا بکنه، بفهمه که چه عوارضی ماشین هستن، چه عوارضی درخت هستن، کجا آبرهای پیاده و حالا موتورسوارا و دوچرخه سوارها هستن و بر اساس همه اینها تونسته محیط اطرافش رو درک بکنه و حالا تصمیم بگیره که خب من الان چه کاری رو انجام بده. اگر توی یک مثال ساده بخوایم این پردازش های سطوح مختلف رو توی یک کاربرد ساده مثال بزنیم، میتونیم به همین مثلا فرایند تشخیص پلاک خودرو اشاره بکنیم. توی فرایند تشخیص پلاک خودرو ما تمامی این سه تا سطح پردازشی رو داریم. این سه تا سطح چیا هستن؟ ببینید توی پردازش سطح پایین تصویری که از خودرو اخذ شده، این تصویر تمام این تصویر مورد نیاز ما نیست، بلکه فقط قسمت پلاکش کافیه تا ما بتونیم اطلاعاتی رو که میخوایم به دست بیاریم. خب پس ورودی ما یه تصویر هست که تصویر حالا ماشین و محیطمونه و خروجیمون میشه یه تصویر دیگه که در واقع تصویر کراپ شده پلاک خودرو هست. وقتی وارد پردازش سطح متوسط میشیم، این پلاک خودرو همینطوری قابل فهم برای کامپیوتر نیست. چرا که کامپیوتر خب اعداد رو که نمیتونه بفهمه، باید آموزش ببینه تا بتونه بفهمه که مثلا حروف چیه، اعداد چیه و غیره. برای این کار توی پردازش سطح متوسط حروف از همدیگه جدا شدن، اعداد از همدیگه جدا شدن تا وارد پردازش سطح بالا بشن. این که این حروف از همدیگه جدا شدن، یعنی این که مثلا این حرف ال اول یه ویژگی شبیه به هم داشتن که این ال جدا شده از پی. پس توی پردازش سطح متوسط ما اومدیم اینا رو طبقه بندی کردیم، جدا کردیم، حالا یا به نحوی به هر کدومشون یه ویژگی خاصی رو نسبت دادیم به این پیکسل هامون. و در نهایت توی پردازش سطح بالا میاد میگه که خب حالا این پیکسل هایی که به این شکل کنار هم دیگه قرار گرفتن با این درجات خاکستری، این پیکسل ها به من عدد 9 رو مثلا دارن نشون میدن. پس این میشه یه پردازش سطح بالا که در واقع کامپیوتر اینجا درک میکنه که این رنگ هایی که اینجا افتادن، این پیکسل هایی که به این شکل کنار هم دیگه قرار گرفتن، مثلا عدد 9 هست، مثلا حرف پی هست.
و غیره. این سه تا سطح مختلف پردازشی رو در یک سیستم تشخیص پلاک خودرو به عنوان مثال اومد نشون داد. حالا در ادامه اگر بخوایم کاربردهای پردازش تصویر رو به صورت خلاصه توی حوزه های مختلف علم ببینیم، میتونیم کاربردهای خیلی زیادی رو مثال بزنیم. شاید شروع خیلی از این کاربردها از علم نجوم بوده. توی نجوم و حالا تصویر برداری از آسمون، چه از روی زمین چه توسط ماهواره ها، پردازش تصویر نقش خیلی مهم می داشته در اینکه این بهبودهایی رو توی علم نجوم و درک ما از محیط هستی به وجود بیاره. الان تصویر سمت چپ تا تصویر سمت راست رو که نگاه میکنید میبینید که حجم اطلاعات چقدر افزایش یافته و همه اینها توسط تکنیک های پردازش تصویر اتفاق افتاده. یا اینجا میتونید تصویر برداری از قسمت های مختلف آسمون، از اجرام مختلف آسمونی رو در طول موج های مختلف ببینید. مثلا تصویر سمت چپ 6 تا تصویر هست، توی این تصاویر میبینید که از یک عارضه توی فضا، از یک حالا خوشه کهکشانی یا هر چیزی که هست، تصویر برداری در طول موجهای مختلف که انجام شده، نماهای مختلفی از اون شیء رو داره نمایش میذاره و خب خیلی کاربردی هست برای درک دانشمندان از محیط هستی. توی علم پزشکی هم این قضیه کاربرد داره، توی تصویر برداری اشعه ایکس، تصویر برداری هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای، تصویر برداری هایی که انجام میشه همه به وسیله تکنیک های پردازش تصویری هست که توسط حالا پزشکان و دستگاه های پیشرفته اینها پردازش میشن تا به تشخیص بیماری یا بهبود فرایند درمان کمک بکنن. این تصویر برداری ها و حالا پردازش های تصویر توی پزشکی میتونه پیشرفت بکنه، حتی تا حدی که به مدل سازی سه‌بعدی اجزای بدن بیمار ختم بشه، یا حتی کمک بکنه جراح رو برای اینکه حالا مثلا در قسمت های مختلف مثلا فرایند جراحی از تصاویر کمک بگیره برای بهبود این فرایندی که داره طی میکنه. یک بخش دیگه از این کاربردها مربوط به هوش مصنوعی هست و حالا خودروهای اتوماتیک، خودروهای خودران که امروزه دارن توی دنیا کاربرد وسیعی پیدا میکنن. این خودروها یکی از ابزارهای مهمی که دارن دوربین هایی هست که اطراف اونها نصب شده که میتونن توسط این دوربین ها محیطشون رو درک بکنن، ببینن و حالا تصمیم گیری بکنن که خب الان دارن به مثلا عابر پیاده نزدیک میشن، الان دارن به یک خودرو دیگه نزدیک میشن، چه کار باید بکنن، چه تصمیمی باید بگیرن و غیره. این خودروهای بدون راننده، همونطوری که یک راننده نمیتونه نابینا باشه، این خودروها هم نمیتونن بدون دوربین هایی که مجهز به پردازش تصویرهای هوشمند هستن کارشون رو انجام بدن. همونطوری که توی این شکل میبینید، درکی که یک خودروی هوشمند از اطرافش داره، از محیط اطرافش داره، درکی هست که توسط سنسورهای مختلفی که روی اون نصب شدن به وجود میاد که این سنسورها بخشیشون سنسورهای تصویر برداری هستن یا همون دوربین ها هستن. یکی دیگه از کاربردهای پردازش تصویر در صنعت هست برای اینکه حالا توی خطوط تولید، توی بخشهایی که توانایی انسان پایین هست، بتونه به سرعت بعضی از کارها رو انجام بده. این کارها حالا یا نیاز به دقت خیلی بالایی دارن،
یا خسته کننده هستن برای انسان به خاطر تکراری بودنش، یا اینکه انسان در اون کارها سرعت بالایی نداره. به یکی از این سه دلیل نیاز هست که ما از سیستم های پردازش تصویری استفاده بکنیم برای حالا بخش های مختلف فرایند های صنعتی. برای مثال مثلا توی حالا یه فرایندی مثل پر کردن بطری های آب از سیستم های پردازش تصویر استفاده میشه برای اینکه ببینن که آیا آب به میزان کافی پر شده، آیا بطری سالم هست یا مثلا پر شدگی و خراب شدگی داره، آیا رنگ آب اون رنگ مطلوبی که باید باشه هست یا نه، آیا گوشه های مثلا بطری خرابی داره و املاحی توی آب هست یا غیره و اینها با سرعت بالا روی خطوط تولید توسط سیستم های پردازش تصویری انجام میگیره. یکی دیگه از کاربردهایی که مهم هست و حالا بیشتر توی رشته ما کاربرد داره بحث سنجش از دور و حالا کاربردهای اون حوزه هست که در واقع ورودی اصلی ما تصاویر هستن. در واقع ما تنها چیزی که از سنجش از دور به دستمون میرسه بخشیش تصاویری هستن که توسط ماهواره ها یا توسط هواپیماها اخذ میشن و نیاز دارن که پردازش بشن تا به اون اطلاعاتی که مهندسین و دانشمندان میخوان تبدیل بشه. این فرایند بدون استفاده از تکنیک های پردازش تصویری امکان پذیر نیست. توی سنجش از دور در طیف های مختلف امواج الکترومغناطیس ما تصویر برداری رو انجام میدیم، فقط بسنده به طیف مرئی نمی کنیم و در حالا قسمت های مختلف طیف از مادون قرمز تا رادیویی و حالا مرئی و غیر اون تصویر برداری هامون انجام میشه و هر کدوم از اونها ویژگی های خاصی از محیط رو برای ما به نمایش میذارن. اگر بخوایم ببینیم که آغاز پردازش تصویر از کجا بوده، شاید به چندین مورد بتونیم اشاره بکنیم که این تاریخچه از کجا شروع شده. احتمالاً یکی از اولین کاربردها توی صنعت چاپ روزنامه بوده، برای این منظور که اطلاعات و حالا اون اخباری رو که بوده که در قالب تصویر هم بوده مخابره بکنن از انگلستان به نیویورک. این مخابره خب توسط امواج رادیویی از لندن به نیویورک انجام شده و در واقع پردازشی که اینجا انجام شده این بوده که این امواج رو بگیره و امواج رو تبدیل به تصویر بکنه. شاید خیلی هنوز به پردازش تصویری که ما منظورمون هست نزدیک نشده باشه. بعد از اون توی حتی صنعت چاپ هم دوباره استفاده شده، اینکه تصاویر بیان پرینت بشن و چاپ بشن هم بوده. اما مهمترین کاربرد اصلی پردازش تصویر که واقعی بوده توی یک مأموریت ناسا به ماه بوده که یک ماهواره رو به سمت ماه فرستادن و این ماهواره تصاویری رو که میبینید بالا اولین تصاویری هست که اخذ شده. اینها رو مخابره کرده به سطح زمین، توی زمین آنتن ها اینها رو دریافت کردن، بازسازی کردن و تونستن به همچین تصاویری برسن. این اولین کاربرد واقعی حالا پردازش تصویر بوده که همه فرایندهای پردازش تصویر توش اجرا شده. تقریبا این پردازش های سطح پایین و متوسط و بالایی که عرض کردم خدمتتون. بعد از اون توی مهندسی پزشکی برای تصویر برداری از بافت های بدن
از پردازش تصویر استفاده شده. اینها اولین تصاویر امارایی هستند که از بیماران اخذ شده. این تصاویر در واقع همون چیزهایی هستند که توسط تکنیک های پردازش تصویری اخذ شده. از تاریخچه اگر رد بشیم و وارد حالا فرایندهای مختلف پردازش تصویر بشیم، این فرایندها رو میتونیم به چندین مرحله تقسیم بکنیم. از اخذ تصویر شروع میشه تا حالا این فرایندهای پیچیده طی بشه تا به یه درکی از در واقع محیط ما برسه. در تمام این فرایند اون دانش بشری همواره باید باشه، حضور داشته باشه تا به الگوریتم ها و به کامپیوترها کمک بکنه که به اون درک درستی که از تصویر قرار هست بتونن برسن. توی این بخش های مختلف، این مسیر مختلفی که طی میشه، من بخش هایی رو که حالا بیشتر هدف درس ما هست بهشون اشاره میکنم. توی بحث اخذ تصاویر ما در واقع دوربین ها یا سنجنده ها مهمترین ابزارهایی هستن که داریم. این ابزارها میتونن شکل های مختلفی داشته باشن، میتونن روی ماهواره سوار شده باشن، میتونن دوربین هایی باشن که توی گوشی شما وجود دارن، میتونن دستگاه MRI یا CT اسکن مثلا بیمارستان ها باشن، یا حالا انواع تجهیزات دیگه‌ای که کار اخذ تصویر رو انجام میدن. همه اینها ابزارهایی هستن برای اینکه ما بتونیم تصویر اخذ بکنیم، برای اینکه بعداً پردازشش بکنیم. توی بحث بهبود تصویر و حالا فیلترها ما دنبال روش‌هایی هستیم که بتونیم کیفیت تصویرمون رو بهتر بکنیم، به لحاظ نوری، به لحاظ ساختاری، به لحاظ رنگی. ما کارهایی رو انجام بدیم که کیفیت تصویرمون بهبود پیدا بکنه. توی بحث بازیابی تصاویر یا بازسازی تصاویر ما دنبال این هستیم که تصاویری که خرابی دارن، تصاویری که نقص دارن، اون نقص ها رو حذف بکنیم و تصاویر رو بازیابی بکنیم. حالا این کاربردها میتونه کاربردهای مثلا بازیابی تصاویر قدیمی باشه، یا مثلا توی مخابره تصویر، کاری که مثلا صدا و سیما ها انجام میدن این هست که توی مخابره تصویر تلویزیون ها تصاویری رو که دریافت میکنن ممکنه که امواج با مشکلاتی مواجه شده باشه که اینها از الگوریتم های استفاده میکنن تا بتونن تصویر رو به خوبی بازسازی بکنن. تو بحث پردازش تصاویر رنگی باز روش های مختلفی رو میبینیم که در واقع از طیف های مختلف، رنگ های مختلف استفاده میشه برای اینکه درک بهتری از اشیا داشته باشیم. و در نهایت هم توی حالا قسمت انتهایی درسمون که بحث پردازش های مورفولوژی هست، با کاربورت های این پردازش ها آشنا میشیم توی بخش های مختلف پردازش تصویر که اصلا اینها چی هستن، چه کاربورت هایی دارن و چجوری میشه از این پردازش های مورفولوژی استفاده کرد. برای این جلسه درسمون تا همین جاست که با پردازش تصویر آشنا شدیم، با کاربردهاش و حالا اجزای مختلفش توی علوم مختلف آشنا شدیم. اگر سوالی هست بفرمایید، در غیر این صورت ادامه رو همون جوری که خدمتتون عرض کردم ضبط میکنم، براتون توی کلاس گوگل قرار میدم تا بتونید استفاده بکنید. اگر سوالی هست بفرمایید.
خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.